با نام و یاد خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، همه دوستان و عزیزان همراه. همونطور که وعده داده بودیم، با آموزش جامعه روش معاملاتی الیوت در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این دوره آموزشی بتونه برای شما مفید باشه و من دعوت میکنم شما را که با ما همراه باشید. قطعا مطالب مفیدی خدمت شما عرض خواهد شد. در همین ابتدای جلسه امروز خدمت شما عرض کنم که اگر که نیاز بشه و تشخیص بدیم که نیاز هست تا جلسات بیشتری در این باره برگزار بشه، حتما مطمئن باشید که 2 الی 3 وبینار دیگر رو ما در آینده به بحث پیشرفته در مبحث الیوت اختصاص خواهیم داد. فعلا از شما خواهش میکنم که با ما در این 3 جلسه که تدوین شده همراه باشید. قطعا حتی اگر هیچ آشنایی نداشته باشید و حتی اسم الیوت رو هم که البته بعید هست نشنیده باشید، مطمئنا با این روش به خوبی آشنا میشید و اینکه خب مسلما یک روشی مثل الیوت در یک سری وبینار شما رو الیوت کار نخواهد کرد و شما یک تریدر حرفه‌ای با امواج الیوت نخواهید شد، اما میتونه راهنمای خیلی خوبی باشه. وبیناری که ما داریم در این چند هفته برگزار می‌کنیم بسیار مفید خواهد بود. این وبینار برای عزیزانی که وبینارهای گذشته ما رو شرکت کردن یک دید خیلی خوبی نسبت به تکنیکال دارند و دارن تلاش می‌کنن که مباحث رو جمع‌بندی کنن و به یک جای خوب و یک استراتژی و سیستم معاملاتی خیلی خوب برسیم. ما امروز سعی می‌کنیم با این روش آشنا بشیم، در حد آشنایی و مقدمات هست و طی 2 جلسه آینده وارد مباحثی میشیم که بتونیم کاربرد اون رو در معاملاتمون و در تحلیل‌هامون شاهد باشیم. اما الیوت خب برگرفته از نام یک تریدری است و تحلیلگری است به نام آقای نلسون الیوت که حالا 70-80 سال پیش ایشون زندگی میکردن و تحقیقات گسترده ای رو روی هزاران نمودار و چارت در زمان خودشون انجام دادن، به خاطر اینکه ایشون متوجه شد که حالا بر اساس اینکه دوران طلایی تکنیکال بود زمانی که ایشون زندگی میکردن و انواع و اقسام روش هایی که امروزه ما داریم به خوبی استفاده میکنیم در اون زمان تدوین شده بود، حرکات قیمت و الگوها و اینها رو بررسی کردن و متوجه تکرار اون شدن و اینکه احتمالاً بعد الگویی در حرکت بازار نهفته باشه. آقای الیوت روشی که ادعا کرد و ما امروز با اون آشنا میشیم مبتنی بر هم بحث قیمت هست هم بحث زمان هست و اینکه مجموعاً یک الگویی رو در بازار پیدا کرد. شاید ما تا به امروز در روش‌های مختلف الگوهای مختلفی رو دنبال کرد، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و الگوهایی که میتونه در یک چارت اتفاق بیفته و شاید تا مدت‌ها رخ نده، اما چیزی که ما به عنوان روش الیوت می‌خوایم بررسی بکنیم یک پترن جامع نوسانات بازارهای مالی است. یعنی ما تمامی بازارهای مالی و نوسانات اون رو عرضه و تقاضا و همه نمودارها رو بر اساس یک پترن می‌بینیم که حالا اون چیزی است که آقای الیوت معرفی کرده و خب تا به امروز هم در دنیا اثبات شده که بسیار صحیح و درست هم هست. خب علم تکنیکال تکرار پترن‌ها و در نظر گرفتن گذشته قیمت هست که آقای الیوت هم همین عقیده رو داشت و حالا می‌خواستیم پترن‌ها رو برای پیشبینی آینده قیمت در نظر بگیره و چیزی است که روش اون رو می‌سازه. جالب هست این رو بدونید که اون الگویی که آقای الیوت در رفتار قیمت مشاهده کرد در اصل توجیه کننده و تشریح کننده وضعیت روانشناسی معامله‌گران و سرمایه گذاران در بازار مالی هست. واقعا به این شکل که وقتی شما ساختار انباج رو بررسی میکنید و خواهید دید متوجه میشید که دقیقا میتونه یک سناریو باشه برای هر سهمی، هر جفت ارزی و هر نموداری با توجه به اون رفتاری که در قیمت نهفته هست و
معاملهگران چه خرید و چه فروش دارن انجام میدن و میتونه این الگو یک الگوی واقعی باشه بر اساس اون چیزی که در ذهن من و شما به عنوان یک تریدر وجود داره. به هر حال آقای الیوت در زمان خودش پیشبینی های بسیار شگفت انگیزی داشته و بر اساس همین متدی که طراحی کرده هم تونسته بود افزایش های خیلی عجیبی رو پیش بینی بکنه و هم کاهش هایی رو در بازارهای زمان خودش نمودارهای داو جونز و خیلی از شاخص های مرتبط با بازارهای سهام دنیا رو و در دوران زندگی خودش به خوبی اثبات کرده بود. کاری که پژوهش کرده بود، تحقیق کرده بود و تدوین کرده بود رو در عمل تونسته بود که در معاملات خودش نشون بده و پیشبینی ها و گزارشات بسیار خوبی ارائه بده. آقای الیوت در واقع میشد گفت که بعد از اینکه حالا همون سالهای دهه شاید 40 و 50 قرن قبلی خیلی بعدها معروف میشه و الان در زمان ما یک حدود 20 سالی هستش که ایشون شناخته شده تر از زمان خودشون هستن و میشه گفت که خب شاگردان بسیاری داشتن، افرادی که مکتب ایشون رو دنبال کردن و امروزه نتیجه تحقیقات ایشون در قالب‌های مختلف در اختیار است. اما اصلی ترین چیزی که ما باید با اون آشنا بشیم همین پترن و الگویی هست که ایشون معرفی کردن و ما راجع به اون میخوایم صحبت بکنیم. آقای الیوت عقیده داشت که یک نمودار مربوط به یک محصول کالا، حالا در بازار فارکس، بازار سهام و یا هر جایی، دارای 5 موج حرکتی است که حالا اگر در یک بازار افزایشون رو در نظر بگیریم افزایش قیمت رو ایجاد میکنه و 3 موجی که این افزایش قیمت رو اصلاح میکنه. همونطور که احتمالا خاطرتون هست در دوره تکنیکال خدمت شما عرض کردیم که هر افزایشی و هر رشد قیمتی و یک روندی حتما باید یک میزان اصلاحی داشته باشه و این اینجا شما دارید کامل مشاهده میکنید که وقتی از ابتدای حرکت یک قیمت تا بالاترین نقطه‌ای که در اون موقعیت زمانی اتفاق میفته رو ما میتونیم یک روند حرکتی بدونیم یا ایمپالس بدونیم و مشاهده میکنید که در همین روند حرکتی هم ما کاهش هایی رو داریم، یعنی یک اصلاح های کوچکی هم در همین روند حرکتی وجود داره و هیچ روندی نمیتونه به صورت افزایشی کامل و شارپ حرکت کنه در حالی که اصلاحی نداشته باشه. اگر شما فقط به همین مسئله توجه بکنید قطعا در نمودارهایی که دارای افزایش هستن هیچگاه وارد یک پوزیشن بای نمیشید و اجازه میدید که یک اصلاحی صورت بگیره تا بتونید بعد از اون اصلاح یک موقعیت خیلی خوب رو برای معامله کردن پیدا بکنه. همونطور که مشاهده میکنید 5 موج میتونه یک ساختار ایمپالس یا روند حرکتی رو برای ما ایجاد بکنه. یعنی فاز حرکت یا جنبش در نظر الیوت 5 موج هست که اون رو به این طریق میتونید مشاهده بکنید که حرکت اول موج 1 یک اصلاح کوچکی احتمالاً رخ میده، موج 2 و روند حرکتی و جنبشی بعدی که افزایش قیمت رو به دنبال داره موج 3 رو میسازه و باز هم یک استراحتی در قیمت اتفاق میفته موج 4 و افزایش پایانی اون سهام یا جفت ارز میتونه موج 5 رو رقم بزنه. بعد از این 5 موج بازار دارای کاهشی میشه برای اصلاح کل این روندی که شما اینجا مشاهده کردید. اما همین اصلاح هم در مقطعی با یک رشد قیمتی همراه هست. پس ما بعد از این 5 موج همونطور که اینجا مشاهده میکنید کل نوسانات بعدی رو که شامل 3 موج اصلی هست کارکشن یا اصلاح میدونیم که شامل حالا از لحاظ نامگذاری موج A, B و C هست که موج B در اون یک موج صعودی هست. این وضعیت برای وضعیت سعودی در نظر گرفته شده و اگر که بخوام یه دقت خیلی خوبی داشته باشیم مشاهده میکنید که موج 1, 3, 5 و همینطور موج بی امواجی هستند که در این روند سعودی بودن و ما موج 2, 4
A و C رو به عنوان امواج کاهشی داریم، اما مجموعاً قیمت افزایش پیدا کرده و یک هشت موجی کامل رو برای ما پدید آورده. این پترن نیست که آقای الیوت کشف کردند در انواع و اقسام نمودارها و بازارهای مالی و ما راجع به اینها میخوایم صحبت کنیم. پس این پایه و اساس روشی است که شما قرار هست با اون آشنا بشید. همونطور که به صورت کلی ما این هشت موج رو داریم شناسایی میکنیم و اصل حرف ما روی پنج موج اول هست که حالا یک بازار افزایشی رو ایجاد میکنه، به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که هر موجی که افزایشی و یا حرکتی باشه میتونه از ریز موجهایی هم تشکیل شده باشه. یعنی این پترن خودش رو به پترن‌های زیر مجموعه خودش هم تقسیم میکنه و میتونه حالا با اصطلاح ریزموج ما از اون یاد بکنیم. یعنی این وضعیت که امواج انگیزشی و اصلاحی داشته باشیم یا حرکتی و اصلاحی به ترتیب در ریزموج ها هم تکرار میشه. یعنی هر کدوم از اون موج 1، 3 و 5 که افزایشی هست خودش میتونه به ریزموج هایی تقسیم بشه که حالا ما تصویر اون رو خواهیم. امواج اصلاحی یعنی A, B و C هم که مشاهده کردیم میتونه باز اونها هم به ریزموج‌های تقسیم بشن که شامل امواج دوباره حرکتی و اصلاحی باشن. یعنی ریزموج‌ها هم در اون پنج موج میتونن شمارش بشن و هم میتونن در امواج اصلاحی دیده بشن، حالا به صورت سگانه یا پنجگانه یا دوگانه. همه اینها رو راجع به اون صحبت خواهیم کرد. امواجی که مانند 1، 3 و 5 داریم مشاهده میکنیم و خود اونها به ریزموج‌های تقسیم بندی میشن، باید در نظر داشته باشید که همیشه در جهت موج روند موج بزرگتر از خودشون هستن. یعنی امواجی که ما ریزموج‌های اون رو در نظر میگیریم مجموعاً شما مشاهده میکنید که تعداد زیادی موج شمارش شده ولی روند حرکتی مثلا صعودی است و شما همه امواج جنبشی رو در جهت هم دارید مشاهده میکنید و این خب اصلی ترین چیزیست که وجود داره. وقتی شما یک روند بزرگ و یک پترن هشتایی رو شناسایی میکنید، در پنج موج اول در کنار ریز موج ها به هر حال شما با یک مثلا معامله بای در سود خواهید بود، اما با نوساناتی که هر بار به عقب بازگشتی رو داره و خب اینها نوسانات ریز موج ها هستن. و نهایتاً آقای الیوت در زمان خودش خب اومد اینها رو دستبندی کرد، شماره گذاری کرد، نوع نامگذاری در واقع به صورت کلاسیک این پترن رو تعریف کرد که 9 درجه هست، اما خب بعد از ایشون تا 15 درجه در واقع ادامه پیدا کرد و یک مقدار خیلی کوچیکی نحوه نامگذاری ها از لحاظ عدد و ارقام تغییر کرد برای اینکه کار تسهیل بشه. تغییراتی که در نحوه نامگذاری و شناسایی و اینها به وجود اومده به هیچ وجه بیس نظرات الیوت رو دچار خدشه نکرده، بلکه صرفا برای راحت تر شدن کار این کارها انجام شده و اصل اون چیزی که الیوت مطرح کرده و بیان کرده و ارائه کرده تغییری نکرده و ما در واقع همون کار رو داریم انجام میدیم. اعداد و ارقام و حروف برای نشانه گذاری به نوعی نامگذاری و پیدا کردن امواج استفاده میشه در این روش که حالا اعداد انگلیسی کوچیک، بزرگ، اعدادی که داخل پرانتز، کروشه اینها هستن که مشاهده خواهیم کرد. همونطور که توی این تصویر دارید مشاهده میکنید ما همون پترن هشتایی رو اینجا هم داریم، اما خب تعداد خیلی زیادی اعداد و حروف به اون اضافه شده که خواهش میکنم به اون دقت کنید. ما موج یک رو که در پترن پنجتایی اول داشتیم اینجا داخل پرانتز نشون میدیم، چرا که ما میخواییم ریز موج های اون رو هم به شما نمایش بدیم. موج یک یک موج جنبشی یا حرکتی است که عرض شد خودش میتونه شامل یک پنج موج جنبشی و حرکتی باشه که میبینید میتونه تمام نوسانات ریز بازار رو هم شامل بشه.
اما موج دو در خود این پترن هشتایی یک موج اصلاحی حساب می شد. پس برای نشون دادن اون احتمالا موج دو با سه موج که ما میتونیم از امواج اصلاحی استفاده بکنیم، A, B و C، اون رو نامگذاری بکنیم. موج سه مجددا همانند موج یک میتونه شامل پنج موج باشه که جنبشی هست، و باز موج چهار هم میتونیم به وسیله امواج اصلاحی اون رو نامگذاری بکنیم. و نهایتا آخرین موج جنبشی در روند حرکتی اول میتونه موج پنج باشه که ریز موجهای اون رو مشاهده میکنه. اما در اصلاح کلی پترن هشتایی که ABC بزرگ هست، مشاهده میکنید که ما میتونیم A رو داخل پرانتز قرار بدیم، در حالی که A میتونه اینجا شامل پنج موج باشه و یک روند ریزشی موقتی که خودش شامل اصلاح از یک روند صعودی است رو اینجا رقم بزن. اما موج C در اینجا در هشت موج اصلی همانند موج بی از میخوام همانند موج دو یا چهار میتونه شامل ABC باشه، و باز هم موج سی همانند موجهای جنبشی شامل پنج موج باشه. پس ما مجبور هستیم برای نامگذاری صحیح و تفکیک این ریز موجها از موجهای اصلی و از موجهای اصلاحی بیاییم و از اعداد کوچک، بزرگ، حروف کوچک و بزرگ و برخی نشانه گذاری ها استفاده بکنیم. پنج موج اول که در ساختار پترن هشتایی ما اون رو یک موج جنبشی نامگذاری می کردیم، خودش می تونه یک موج یک باشه از یک در واقع امواج بزرگتر. پس یک و دو یعنی کل این حرکت رو ما یک بنامیم و کل این اصلاح رو دو، می تونه با این وضعیت که دایره دور اون باشه نمایش داده بشه. و همینطور امواج اصلی هشتاییمون رو در این تصویر که داریم مشاهده میکنیم، 1, 2, 3, 4, 5 و همینطور ABC، اینها میتونن هم درجه باشند از هشت موجی که این پترن رو ساختن. پس میتونن مثلا داخل پرانتز باشن و باقی ریز موجها که هم درجه هستن اما نسبت به پترن کلی ریز موج حساب میشن، تا 34 موج رو ما میتونیم به این شکل نمایش بدیم. و باز هم اگر دقت کنید، خود موج یکی که اینجا هست دوباره میتونه به پنج ریز موج تقسیم بشه، موج دو اینجا میتونه ABC کوچکی داشته باشه، و همینطور شما میتونید این نامگذاری رو به بالا و پایین و شمارش امواج رو به ریز موج و موجهای بزرگتر تقسیم کنید و در نظر بگیرید. به هر حال نهایتا این موضوعی که ما به اون خواهیم رسید این هست که ما میتونیم 15 دسته تقسیم بندی داشته باشیم همونطور که عرض شد، و با نامگذاری های مختلف شاید خیلی لازم نباشه که ما به این طریق با این اسامی حفظ بکنیم اینها رو، بلکه خب برای وقتی این که ما میخوام در یک نموداری معامله بکنیم، شاید این که از شماره گذاری خیلی کلی مربوط به سالهای پیش شروع بکنیم شاید خیلی ضروری نباشه، گرچه حرفه‌ای ها به این طریق کار میکنن. اما بخشی که در چارت ما مشخص هست برای نامگذاریش باید کافی باشه. اما لازم هست بدونیم که حالا کلی ترین شیوه نامگذاری و درجه گذاری در الیوت میتونه مثل جدولی باشه که در اینجا مشاهده میکنید، که نحوه نامگذاری از در واقع کجا شروع میشه، سوپر سایکل داریم، سایکل داریم، پرایمری، مینور داریم، و خیلی از ریز موجها و درجه بندی های مختلفی که قطعا شما با اون آشنا خواهید شد. اما بذارید یک مقدار راجع به این امواج ریزتر بشیم و صحبت بکنیم ببینیم که قصد ما چیست. سه هدف کلی رو ما داریم دنبال میکنیم، یعنی الیوت دنبال کرد برای اینکه بتونه، اولا ما میخواهیم پیشگویی بکنیم، یعنی میخواهیم، حالا پیشگویی ما در این سطح هست که ما میخواهیم یک معامله رو انجام بدیم و میخواهیم بدونیم در چه موجی هستیم، در چه وضعیتی هستیم، و با مشخص کردن مسیر بعدی خب دست به معامله بزنیم و همینطور بتونیم نقاط بعدی احتمالی امواج رو پیشبینی بکنیم که همون نقاط پیوت و بازگشت ها هستن. و با شماره گذاری امواج و در نظر گرفتن
وضعیت چارت بتونیم موقعیت‌های بعدی معاملاتمون رو به خوبی مشخص بکنیم. این چیزی است که یک تریدر نیاز داره، یعنی اون چیزی که ما اگر که شغلمون معامله‌گری و تحلیل باشه خب قطعاً به اون نیاز داریم و روش الیوت پاسخگوی این نیازی است که قطعاً ما راجع به اون داریم صحبت می‌کنیم. برخی از این قوانین بسیار ساده رو من امروز اشاره می‌کنم به اون، ولی خب خیلی کاری با اون نداریم. بعد فقط برای اینکه برای شما جالب باشه که بدونید الیوت چقدر دقیق تونسته مواردی رو پیش بینی بکنه که ما با دونستن اونها میتونیم مسیر حرکت رو پیش گویی بکنیم. ببینید شما زمانی که اون هشت موج رو به خاطر بیارید، تصویرش رو، یکی از قوانین این هست که موج دو هیچ وقت نباید در واقع موج یک رو به صورت کامل اصلاح کرده باشه و نمیتونه اندازش به اندازه موج یک باشه. خب وقتی این قانون رو ما بدونیم، زمانی که شماره گذاری رو روی چارت شروع میکنیم، اگر که این اتفاق افتاده باشه قطعاً اون موج نمیتونه موج دو باشه. البته در کلیه قوانین یک درصد احتمال خیلی کوچیکی خطا وجود داره که راجع به اون صحبت میکنه، اما به صورت کلی این یک قانون هست. یا زمانی که ما پنج موج اول رو در نظر میگیریم، اگر خاطرتون باشه موج یک، سه و پنج موج‌های جنبشی و صعودی ما هستند در بازار صعودی. قانونی داریم که میگه هیچ وقت موج 3 نباید کوچکترین موج باشه. در حالی که ما میدونیم اغلب موج 3 جزء اصلی ترین و بزرگترین امتداد موج‌ها خواهد بود. خب شما با دونستن این قانون وقتی که یک شماره گذاری به شما معرفی میشه یا یک شمارش امواجی انجام میدید و اشتباها میاد موج 3 رو به عنوان کوچکترین موج نامگذاری میکنه، قطعا باید بدونید که این اشتباه هست و یکی از قوانین پایه‌ای رو شما نقض کرد. و اینکه حالا این امواج حرکتی که راجع به اون صحبت کردیم، پنج موجی که جزء بخش جنبشی هستن، اینها معمولا دارای چند نحوه هستن از الگویی که خودشون به صورت الگوهای زیر مجموعه در واقع پترن کلی هشتایی به وجود میارن، حالا انبساطی کوتاه شده و انواع اقسام مثلث هایی که راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. در واقع وبینارهای قبلی راجع به الگوهای نموداری صحبت کردیم، حالا الان راحت‌تر میتونیم اونها رو تشریح بکنیم به خاطر اینکه باید بدونید هر کدوم از اون الگوها، مثلث ها، کنج ها و خیلی از اون الگوهایی که راجع به اون صحبت کردیم دلیل اتفاقشون این هست که در یک فضایی در شمارش الیوت قرار میگیرند و الان با دونستن این روش معاملاتی ما اون الگوها رو هم بهتر میتونیم شناسایی بکنیم و هم کاربرد و جهت احتمالی حرکت قیمت بعد از اون رو میتونیم به راحتی شناسایی بکنیم. یکی از قوانین دیگه این هست که اگر موج انگیزشی باشه، معمولا موج چهار نباید وارد محدوده موج یک بشه، که این یکی از قوانین ساده تکنیکال هم هست. یعنی ما برای اینکه یک روند رو به رشد خوبی داشته باشیم، میزان اصلاح موج چهارم نباید اونقدر زیاد باشه که بخواد به حمایت‌های قبل از خودش نفوذ کرده باشه. خب این یک موضوع واضحی است. و موضوع بعدی این که عرض شد موج‌های 1، 3 و 5 خودشون موج‌های حرکتی و جنبشی هستند و موج 3 معمولا در بین این امواج سگانه مهمترین موجی است که راجع به اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا بذارید یکی دو تا مثال و متوجه به همین قوانین ساده‌ای که گفتیم، موج شماری درست و نادرستی رو ببینیم که متوجه بشید چرا این قوانین میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. اگر که به تصویر سمت چپ در ابتدا نگاه بکنید، میبینید که خب ما به راحتی میتونیم امواج پشت سر هم رو از 1 تا 5 نامگذاری بکنیم، اما اگر که به قوانین مسلط نباشیم خب این نامگذاری ما میتونه اشتباه باشه. یعنی صرف این که شما بتونید امواج رو پشت سر هم پیدا بکنید، این هیچ کاری انجام ندادید و هیچ کمکی به شما نخواهد کرد و کار اصلی این هست که بتونید شماره گذاری صحیحی رو انجام بدید. شما در تصویر سمت چپ میبینید که موج 4 کامل به سمت محدوده موج 1 در واقع
وارد شده و خب این شماره گذاری نمیتونه صحیح باشه. حتی اندازه موج دو هم ممکنه اگر که ریز بشیم و روی نمودار باشیم کافی نباشه. در اینجا مشاهده میکنید که ما سه تا موج حرکتی اصلیمون یعنی یک و سه و پنج رو به نظر میاد درست نامگذاری کردیم، اما اگر دقت کنید به نظر میاد که موج سه در اینجا کوتاه‌ترین موج هست و این خیلی نمیتونه شماره گذاری صحیحی باشه. ما باید به طریقه شماره گذاری بکنیم امواج رو که قوانین رو زیر سوال نبره، و اینجا شاید شماره گذاری داره درست انجام میشه به خاطر اینکه همه اون مسائل در نظر گرفته شده. اولا امتداد موج سه خودش شامل سه موج هست و همینطور در واقع بلند بودن اون رو نسبت به امواج پنج و یک به خوبی در نظر گرفته و موج یک و دو هم اینجا داره هیچ اشکالی نیست. پس باید دقت بکنید که خیلی هم آسون نیست و به سرعت نمیشه تا چند تا قله و دره پشت سر هم دیدیم بیان به ترتیب اونها رو از یک تا پنج بچینیم و بعد بیان A, B, C. نه اینطور نیست. اگر که اینقدر آسون بود شاید خب خیلی هم خوب بود، اما شما نگاه کنید اینجا شما دو تا موج یک دارید، دو تا موج دو دارید و این زمانی که امواج رو به خوبی بشناسید متوجه میشید که شما رو گذاری صحیح میتونه به این شکل باشه. و یا این تصویر رو به عنوان مثال در نظر میگیریم، همونطور که گفتیم امواج 1 3 5 شامل ریز موج هایی هستند که حالا به صورت انبساط یافته و یا به شکل های دیگه راجع به اون صحبت خواهیم کرد. معمولا هم موج 3 عرض شد که موجی است که میتونه به ما خیلی کمک بکنه اگر شناسایی بشه و موج بلند هست. اگر دقت بکنید میبینید که موج در واقع یک، سه و پنج ما هر کدوم چه سودهای خیلی خوبی در بازار میتونست از پوزیشن بای به ما بده و خب اصلاحاتی صورت گرفته که شکل و فرمت این اصلاح ها هم در جلسات آینده راجع به اون صحبت خواهیم کرد. و موج چهار رو دقت بکنید بهش که وارد محدوده موج یک نشده و تقریبا اصول نامگذاری در اینجا به خوبی رعایت شده و شاید اگر در ابتدا که ما مبتدی هستیم همون 5 تا قله دره اول رو بخوام سریعا 1 تا 5 نامگذاری کنیم که خب میبینید که دقت زیادی اگر بکنید هر کدوم از نوسانات فرعی خودشون یه سری ریزموج هایی هستن که باید در نظر گرفته بشه و امواج اصلی در ابتدا با قوانین ساده و پایه‌ای که عرض شد پیدا میشن و نامگذاری میشن. حالا باز اینجا رو هم اگر بهش دقت کنید میبینید که موج چهار به محدوده موج یک وارد نشده، موج سه موج بسیار خوبی بوده برای پوزیشن سل و با شناسایی او میتونستیم سود خیلی خوبی بکنیم، و اما موج پنج خیلی نتونسته قوی باشه، راجع به این موارد هم صحبت خواهیم کرد. و بعد امواج اصلاحی دوباره در جهت پوزیشن بای اگر درست شناسایی میشد یکی از موارد خط روند دو چهار هست که با شکستش ما میتونستیم این اصلاح رو شناسایی بکنیم. و مجموعاً باز هم انواع اقسام پترن هایی که در همین پنج موج اول اتفاق میفته رو دارید مشاهده میکنید. در تصویر شماره یک مشاهده میکنید که موج یک یک موجی است که دارای کشش بسیاری است نسبت به موجهای دیگه. موج 3 قطعا کوچکترین موج نیست، دارید مشاهده میکنید. موج 5 کوتاه‌ترین هست. پس ما یک پترن 5 تایی داریم در حالی که موج شماره 1 دارای امتداد هست. در تصویر بعدی مشاهده میکنید که موج 3 همونطور که بیشتر انتظار داریم دارای امتداد بیشتر هست و خودش شامل ریز موج های واضح و قابل شمارش هست، و در بسیار از موارد هم موج 5 دارای کشیدگی اصلی است و این امتداد رو در موج 5 مشاهده میکنیم. و موارد استثنایی داریم که ما شمارش رو تا 5 انجام میدیم اما بازار همچنان امتداد داره و تا 9 موج پیش میره. پس همینجا ذهن شما رو من دعوت میکنم به این که بدونید روش الیوت نیاز به مطالعه خیلی جزئی و خیلی خوبی داره و نیاز به تمرین بسیار بسیار زیاد که شاید ماها طول بکشه شما
همین قوانین پایه‌ای رو بتونید فریاد بگیرید و روی چارت بتونید پیدا بکنید. همونطور که میبینید یک پنج موج میتونه دارای این الگوهای متفاوت باشه و شماره گذاری راحت نیست، باید تمرین کنید و بعد بخواید که از اون استفاده بکنید. حالا در صورتی که مسلط بشید قطعا روش بسیار خوبی رو یاد گرفت. یکی دیگه از قوانینی که وجود داره و میشه بهمون اشاره کرد و جالب هست، مواردی است که ما در گذشته از الگوهای 1-2-3 یا سقف و یا کف دوقلو و اینها از اونها یاد میکردیم و سعی میکردیم بدون دونستن الیوت از اون الگوها استفاده بکنیم. این الگوها زمانی به وجود میاد که موج 5 خیلی نتونه موج قوی باشه و حتی انقدر قدرت نداشته باشه که بخواد از قله‌ای که موج 3 ساخته بود فراتر بره. قاعدتا ما انتظار داریم که یک 5 موجی هر بار بتونه یک قله جدید رو ثبت بکنه و نهایتا پس از ثبت قله مربوط به موج 5 دارای یک اصلاحی بشه. اما کوتاه شدگی زمانی است که میبینید موج 5 نمیتونه از محدوده موج 3 عبور بکنه و خب این در خیلی وقتا قابل شناسایی است. مثلا در مفصل ادوانس گیت پی تی آی اندازش میتونست این مسئله رو به نوعی پیشبینی بکنه که آیا این موج 5 که شروع شده قدرت این رو داره که بخواد یک امتدادی داشته باشه یا نه، که در این تصویر در هر دو حالت یک چیزی شبیه الگوی W و M شکل گرفته که قبلا هم راجع به اون صحبت کرد. اما بیایم به عنوان جلسه مقدماتی اون چیزهایی که حالا به صورت کلی درباره اش صحبت کردیم رو یک مروری بکنیم. ما یاد گرفتیم که موج‌های حرکتی یک ساختار پنجتایی دارن که از موج 1 تا 5 نامگذاری میشه و این در واقع ما اون رو به عنوان موج جنبشی میدونیم و همه ی حرکات اونها حتی ریز موج‌های اونها در جهت موج بزرگتر هست. یعنی این پنج موجی که اینجا مشاهده میکنید خودش میتونه یک موج 1 یا 3 یا 5 باشه که درجه بزرگتر اون موج رو تشکیل میده. معمولا موج‌های حرکتی حالا با اقسام مثلث‌ها و موج‌های انگیزشی و اینها رو تشکیل میدن که راجع به اونها در جلسه آخر صحبت می‌کنیم. حالت‌های گسترش یافته یا کوتاه عرض شد که موج‌های 1 3 و 5 خودشون یک پنج موجی‌های رو دارن که حالا فرمت و پترنی که دارن به شکل‌های مختلفی در واقع در میاد که ما راجع به اون صحبت میکنیم. و یکی از مهمترین موضوعاتی که صحبت کردیم غیر از یک سری موارد استثنایی موج 4 نمیتونه وارد موج 1 بشه. این قانون خیلی کمک میکنه پنج موجی جنبشی رو به راحتی بتونیم حداقل تشخیص بدیم. اما گاهی وقتا موج 4 اجازه داره که به محدوده موج 1 وارد بشه و اون در مثلث‌های قطری است که امواج 1 3 و 5 سه ریز موج دارند و 5 تایی نیستن. حالا راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. البته این ورود به محدوده معمولا خودش میتونه سیگنال باشه به خاطر اینکه ما اینجا یه حمایتی رو داریم که با تاچ اون احتمالاً و یا تاچ کانالی که از پایین رسم می‌کنیم میتونیم محدوده پایانی موج 4 و شروع موج 5 رو حدس بزنیم و بر اساس اون عمل بکنیم. این قوانین هر کدوم از اینها مربوط به امواج جنبشی و همینطور اصلاحی در دو تا وبینار جداگانه در هفته های آینده خدمت شما ارائه خواهد شد. یعنی ما میایم ریز میشیم ببینیم این امواج جنبشی چه شرایطی دارن، چه شکل ها و پترن هایی دارن و همینطور در جلسه آخر راجع به امواج اصلاحی و نشونه ها و مشخصات اونها صحبت خواهیم. اما باید این نوید رو خدمت شما بدم که خب کار کردن با روش معاملاتی الیوت امروزه یک مقدار از گذشته ساده تر هست به خاطر اینکه نرم افزارهای تحلیلی بخش زیادی از کارها و بررسی قوانین و اون اصول پایه‌ای رو خودشون انجام میدن و ما میتونیم به شرط اون که هم بر الیوت مسلط شده باشیم و هم کارکرد اون نرم افزار رو به خوبی بدونیم بتونیم از این نرم افزارها استفاده خوبی بکنیم. نرم افزارهای خیلی زیادی در دنیا وجود داره که
شاید 6 7 تا از اونها خیلی معروفتر از بقیه باشه و کاربرد بیشتری در بین تریدرها داره، که یکی از اونها نرم افزار الویو هست که انشالله یه روزی وبینار مربوط به اون رو هم برگزار خواهیم. اما نرم افزار موتی ویو که هفته گذشته راجع به اون وبینار داشتیم و به صورت کامل اون رو آموزش دادیم، در جلسات آینده استفاده خواهد شد و ما اون رو به شما توصیه میکنیم به عنوان یک نرم افزاری که میتونه برای یک شخصی که الیوت کار میکنه به عنوان یک میزه کار بسیار بسیار مناسب در نظر گرفته بشه. و نرم افزاری که در گذشته فکر میکنم 2 الی 3 وبینار رو به اون اختصاص دادیم، نرم افزار ادوانسکت بود که کار شماره شرماج رو انجام میده و استراتژی های بسیار خوب و ابزارهای بسیار خوبی رو در خودش داره. و اگر باز هم ضروری بشه جلسه معاملاتی رو با نرم افزار ادوانسکت برای شما ترتیب خواهیم داد. اما همینجا لازم هست خدمت شما عرض کنم که به هیچ وجه به بخش اتوماتیک این نرم افزارها نمیشه اعتماد کرد. دیده شده بسیار از تریدرها نرم افزار رو نصب میکنن، موتی ویو رو، ادوانسکت رو، دکمه شمارش امواج رو کلیک میکنن و با توجه به اون وضعیتی که مالا چارتشون به وسیله این نرم افزارها بررسی و تحلیل میشه شروع میکنن به معامله کردن. و این همه تریدرهای حرفه‌ای میدونن که این کار اشتباه هست. این نرم افزارها هوشمند هستن و یک سری اصول پایه‌ای رو در خودشون دارن و کمک خیلی زیادی به ما میکنن، ولی باید شمارش اونها بر اساس هوش یک انسان مجددا و تجربه یک تریدر مجددا بیاد و بررسی بشه و به نوعی بهینه‌سازی بشه تا اون چیزی که لازم هست بشه از اون خروجی گرفت. این مسئله رو فراموش نکنید که ما نمیتونیم از هیچ نرم افزاری در بازارهای مالی به صورت کاملا اتوماتیک و هوشمند استفاده بکنیم. اما راجع به کاربردها و الا ترفندهایی که در روش الیوت هست صحبت بکنیم. شمارش امواج الیوت و اصول و قوانین مربوط به اون جالب هست که بدونید در هر تایم فریمی پاسخگوی شماست. حتی تایم فریم های 5 ثانیه‌ای که الان استفاده میشه شما 8 موجی مشاهده خواهید کرد و حتی در تایم فریم های ماهیانه. یعنی اصول امواج الیوت در همه تایم فریم ها قابل معامله است. مسئله بعدی این که شاید شما روش الیوت رو یاد بگیرید اما استراتژی معاملاتی شما الیوت نباشه. بعد این رو بدونید که روش الیوت کاملا قابل تلفیق با اما اقسام روش های تکنیکالی و بنیادی دیگه است که حداقل اگر موقعیت فعلی موجتون رو بتونید تا حدودی پیش بینی بکنید میتونه در اون روشی که خودتون دارید استفاده میکنید پاسخگوی شما باشه و به خوبی شما رو راهنمایی بکنه. تئوری روش الیوت ساده است. کل داستان الیوت رو شما امروز مشاهده کردید با جزئیات، و اما وقتی که بخوایم روی چارتون رو پیاده بکنیم و بخوایم شمارش امواج رو انجام بدیم، بخوایم همه اصول صحیح باشه زمانی که شماره گذاری ها رو در نظر میگیریم، یک مقدار کار سخت میشه. یک پیچیدگی تو کار هست، نیاز به تجربه داره، نیاز به دانش خیلی خوب داره. باید تلاش بکنید، نشدنی نیست، بلکه اگر هم که روزی موفق بشه قطعا پاسخ مناسبی از این روش دریافت خواهید کرد. نباید گول سادگی ظاهری پترن ها و در واقع اون چیزی که دارید میبینید رو بخورید و بدونید که باید خیلی تلاش کنید. این نکته رو عرض بکنم که همونطور که قبلا هم عرض شد، خب شاگردان الیوت یا به نوعی همکاران ایشون در گذشته و حال سبک های مختلفی رو برای معامله کردن با روش الیوت به وجود آوردن. آیه روش گلن نیلی هست، ماینر هست، پریچر هست. این روش ها در دنیا در واقع بر اساس این که حالا هر کدوم از این دوستان سالهای سال روش الیوت کار کردن و حالا برخی پترن های جدید رو پیدا کردن، در بخشی از کاری که انجام میدن خودشون داره نظراتی هستن و میتونن به نوعی بگیم که این سبک اون شخص هست. پس این تفکیک در روش الیوت به وجود اومده، اما این اصل ذات روش الیوت رو زیر سوال نمیبره و
خیلی نیازی نیست که ما پیرو به یکی از این سبک ها باشیم، بلکه اصول الیوت کاملا مشخصه، اما اینکه حالا بتونید به یک سبک معامله گری هم دست پیدا کنید بد نیست. گرچه قرار نیست همه ما یک سبک رو اختراع بکنیم، حداقل دو سه سبک معروفی که به وجود اومده رو میتونید یکی از اونها رو دنبال کنید. اما یک مقدار من بیشتر راجع به این روش میخوام توضیح بدم. خیلی تاکید دارم روی این روش نسبت به تمامی روش ها و جلسات و وبینارهای گذشته که داشتیم، به خاطر اینکه این روش یکی از اصولی ترین سیستم های معاملاتی دنیاست، به خاطر اینکه کاملا علمی است. الیوت از لحاظ روانشناسی در زندگی شخصی ما هم اثبات شده، حتی غیر از مسئله نمودارها. اگر شما تسلط خیلی خوبی بر این روش پیدا بکنید، مطمئن باشید درصد موفقیت شما بسیار بسیار بالا میره. و همونطور که عرض شد، هم به صورت کاملا دستی مانند گذشته شما میتونید پای چارت بشینید و شمارش رو بر اساس اصول و قواعدی که بلد هستید تا انتها پیدا بکنید و بر اساس اون تحلیل و معامله کنید، و هم میتونید کامل اون رو به دست نرم افزار بسپارید. ولی پیشنهاد من روش تلفیقی است، یعنی اینکه شما همزمان از دانش خودتون به صورت دستی و همینطور نرم افزاری این روش رو بهره بگیرید ازش و استفاده بکنید. اما چطور میتونیم در معاملاتمون نهایتا از این روش استفاده بکنیم؟ گرچه در جلسات بعدی بیشتر توضیح میدم، اما داستان به این شکل میشه. خب ما یک پنج موجی حرکتی داریم، حالا چه صعودی و چه نزولی، و یک سه موجی اصلاحی به صورت کلی. حالا اینها داره ریز موجهایی هم هستن که خب راجبه اون صحبت شد. یکی از روش های معاملاتی پیدا کردن ابتدای موج سه اصلی است، یعنی ما بتونیم با شناسایی ریز موجهای مربوط به موج یک و دو و همینطور حالا از گذشته حدوداً اوایل موج سه رو پیش بینی بکنیم، برای اینکه بتونیم خود موج سه و یا حتی تا انتهای موج پنج رو در اون معامله باقی بمونیم. بسیار سخت هست، ولی روش‌ها و شیوه‌های مختلفی برای اون معرفی شده و خب موج سه موجی است که میتونه بسیار سودساز باشه. خیلی ها به خاطر اینکه اگر ما بتونیم چهار موج اول رو به خوبی شناسایی بکنیم و به قول معروف راحت تر هست که ما چهار موج پشت سر هم رو با تمامی قواعد و اصولمون تطبیق بدیم و پیدا بکنیم، میتونه این کار ساده ای باشه، ترجیح میدن که در موج پنج معامله بکنن. یکی از روش های ادوانس گت هم همین بود، یعنی شما رو در تشخیص چهار موج اول یاری میکرد برای اینکه بتونید موج پنج رو در معاملات خودتون لحاظ بکنید. خب خیلی هم اعتقاد دارن که موج پنج به دلیل اینکه میتونه کوتاه بشه یا چون بلندترین موج نیست و یا حالا به دلایل دیگه خیلی نمیتونه موجی باشه که برای معاملات سودآور مناسب باشه. خب این هم بحث است. یه کار دیگه که میشه کرد اینه که کل یک هشت موج کامل رو ما در واقع شمارش بکنیم و پیدا بکنیم. میدونید که بعد از هر هشت موجی میتونه یک هشت موج جدید اومد، مگر اینکه حالا اصلاح بخواد تکرار بشه، یعنی ABC ها گاهن دو بار یا سه بار تکرار میشه. حالا بحث اون نیست، بحث اینه که ما بتونیم یک موج جنبشی و یک اصلاح کامل رو شناسایی کنیم برای اینکه از ابتدای یک موج جنبشی بتونیم معامله گر باشیم، که خب میشه ابتدای موج یک، که خب این بسیار سخت است ولی میتونه خیلی سودآور باشه. یه سری از روش ها با کانالیزه کردن و کشیدن خطوط روند، واگرایی ها و روش های دیگه که در گذشته صحبت شد میتونه به ما کمک بکنه که ما پنج موج رو کامل شناسایی بکنیم و شروع یک اصلاح رو مثلا در اینجا با یک سل یا در اینجا با معامله بای بخوایم ازش استفاده بکنیم در معاملات. این هم یک روش کم ریسکی است برای کسایی که خیلی شمارش بلد نیستن، میتونن به این طریق وارد اصلاح بشن، ولی خب باید بدونید که گاهی وقتا اصلاح حتی این پنج موج اونقدر کوتاه و سریع اتفاق میفته که میتونه برای شما مضر باشه، یعنی شما دارید در خلاف جهت روند جنبشی بازار معامله.
دوستان عزیز، جلسه امروز جلسه آشنایی با امواج الیوت بود برای کسانی که هیچ آشنایی با این روش نداشتن. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی شما رو با این روش آشنا کنم. اما برای دوستانی که با این روش آشنا بودن قطعا یک مرور بسیار خوبی بود. دعوت میکنم شما رو که در دو جلسه آینده ما راجع به امواج الیوت شرکت بکنید و همونطور که عرض کردم در ابتدا اگر لازم باشه قطعا جلسات اضافه تری رو برای اینکه مباحث رو بتونیم به صورت جزئی تری خدمت شما ارائه بدیم حتما برگزار خواهد شد. فیلم جلسه امروز و همینطور جلسات گذشته و آینده به رایگان در اختیار شما قرار میگیره. بعد شما هم سعی کنید که به خاطر اینکه این خدمات رایگان هست دوستان و آشنایانتون رو مطلع کنید که بتونن از این آموزش‌ها استفاده لازم رو ببرن. دوستان وقت اون هست که پرسش و پاسخی با هم داشته باشیم. خوشحال میشم که اگر سوالی دارید، فقط توجه کنید که اگر میخواید که سوالتون رو به صورت صوتی مطرح بکنید روی علامت دست کلیک بکنید و یعنی در واقع علامت دست هیچ کاربرد دیگه ای نداره، و اگر سوالی به صورت متنی میخواید مطرح بکنید میتونید از بخش question اون رو تایپ بکنید تا من بتونم ببینم و پاسخ اون رو خدمت شما بدم. خب یکی از دوستان میپرسن که چه زمانی متوجه بشیم که یک پنج موجی جنبشی تموم شده؟ خب این کل داستان هست، یعنی این سوالی است که باید در وبینارهای آینده ما به اون پاسخ بدیم. ما نشونه‌های زیادی امروز عرض کردیم راجع به این که یک پنج موجی مشخصاتی داره، مثلا موج 4 نباید محدوده موج 1 احتمالا نفوذ بکنه، موج 3 نباید کوتاه‌ترین موج باشه و انواع اقسام این مشخصات. وقتی که شما این مشخصات رو در کنار هم قرار میدید و همینطور پترن‌های مربوط به الگوهای جنبشی 1 3 و 5 رو در یک موج حرکتی در نظر میگیرید، ما میتونیم 5 موج رو شماره گذاری بکنیم و بعد با در نظر گرفتن کانال و خطوط روند و اینها بتونیم پایان این پنج موج رو پیش بینی بکنیم که آغاز یک اصلاح خواهد بود. حالا اگر شانس بیاریم این اصلاح در واقع به نوعی اصلاح‌های تکرار شونده باشن و طولانی باشن، اون میتونه یک معامله سوداوری برای ما باشه، و اگر نه باید منتظر باشیم و بتونیم شناسایی کنیم، خود اصلاح رو شماره گذاری کنیم و سپس پایان اون رو برای ورود به یک موج جنبشی دیگه در نظر بگیریم. یکی دیگر دوستان میفرمایند که برای معامله در موج 3 یعنی گرفتن موج 3 رو میفرمایند، آیا بهتر نیست که منتظر باشیم که قیمت از محدوده موج 1 عبور کنه یا بیشتر بشه بعد وارد معامله بشیم؟ خب این یکی از پترن های ماست، یعنی ما پترن 1 2 3 رو که معرفی کردیم داستان این بود که به احتمال زیاد ما اینجا یک موج 1 و 2 ای داریم. بهترین منطقه ورود به موج 3 میتونه و بهترین و مطمئن ترین منطقه میتونه جایی باشه که موج 1 به عنوان یک مقاومت، حالا در بحث صعودی یا یک حمایت، شکسته بشه و ما از شکست اون مطمئن بشیم و حتی پولبک رو شاهد باشیم روی محدوده مربوط به موج 1 و سپس وارد معامله بشیم. بله این میتونه یک معامله با ریسک بسیار پایین باشه و حداقل اینه که ما میتونیم 2/3 احتمالاً موج 3 رو بعد از این حرکت دریافت بکنیم. اما خب روش الیوت و حالا این که ما مسلط بشیم به تمامی جزئیات اون برای این هست که بتونیم یک مقدار زودتر یک موج رو شناسایی بکنیم که بتونیم از همه نوسانات اون بهره بگیریم، و یعنی تمام علم تکنیکال و الگوها پترنهایی که در گذشته عرض شد همه اونها راهکارهایی است برای کم کردن ریسک و به نوعی همشون در جهت روش الیوت هستن. خب یکی از دوستان دستشون رو بلند کردن، من میکروفونشون رو فعال میکنم. دوست عزیز میتونید سوالتون رو بپرسید. آقای علیرضا شما دستتون رو بلند کردید، اگر سوالی دارید میتونید سوالتون رو بپرسید. خب همونطور که عرض کردم دوستان کاربرد این علامت دست صرفا این هست که اگر کلیک می فرمایید
ما میتونیم میکروفون شما رو فعال کنیم برای اینکه بتونید سوالتون رو به صورت صوتی مطرح بکنید و ما در خدمت شما باشیم. یکی دیگه از دوستان به صورت متنی پرسیدن که آیا از فیبو باید استفاده بکنیم برای اتمام موجها؟ بله، یکی از اصولی که روش الیوت بر پایه اون در واقع ایجاد شده فیبوناچی هست، درصدها و اعداد فیبوناچی است. یعنی ما میدونیم که همه امواج تقریبا با همدیگه بر اساس درصدهای فیبوناچی ارتباط دارن و این امتدادهای امواج و اصلاح ها و اینها همه روی اعداد و درصدهای فیبوناچی میشینه و ما میتونیم اون رو شناسایی بکنیم. اینکه ما اندازه موج یک و دو رو داریم، میتونیم پیش بینی بکنیم تا حدودی که موج سه اگر بخواد امتداد داشته باشه احتمالا روی 1.61 یا 2 یا هر کدوم از این اعداد میتونه امتداد داشته باشه. زمانی که به این درصدهای فیبوناچی نزدیک میشیم ما میتونیم خیلی خوب برای خروج از معاملاتمون تصمیم گیری کنیم. پایه روش الیوت قطعا و قطعا فیبوناچی است که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. عزیزان فرصت هست اگر که سوالی راجع به جلسه امروز دارن میتونن به صورت متنی و یا صوتی مطرح بکنن که پاسخگوی اون عزیزان باشیم. باز هم تاکید میکنم که هنوز جلساتی رو برای جزئیات روش الیوت، خصوصیات امواج جنبشی و اصلاحی در دو هفته آینده خواهیم داشت. دوستان میفرمایند که انتهای موج 5 رو چطور میتونیم شناسایی بکنیم؟ در زمان استفاده در حالت ریل واقعا نمیشه تشخیص داد. خب عرض کردم این رو باید صبور باشید که من بتونم با تصویر و روی چارت و با نرم افزار به شما نشون بدم. یکی از راه‌های شناسایی موج انتهای موج 5 واگرایی بین قله 3 و 5 هست. و همینطور این واگرایی بعد باعث شکست خط روندی بشه یا کانالی بشه که محدوده این 5 موج جنبشی و حرکتی رو کانالیزه کرده. اینا چیزهایی است که الان میتونم خدمت شما عرض کنم. راجع به امواج الیوت منابع خیلی خوبی داریم. یعنی اگر منابع لاتین رو سرچ بکنید که من هم میتونم در اختیار شما قرار بدم، منابع بسیار زیاد هست. خوشبختانه به زبان فارسی هم منابعی که شامل ترجمه چندین کتاب معتبر دنیاست وجود داره و همینطور جزواتی که میتونه تهیه بکنه. سعی خواهیم کرد که این هفته منابع روش الیوت رو ارائه بدیم که هم دوستان ضمن اینکه این وبینار رو مجددا مشاهده میکنن اون منابع رو هم مطالعه کنن. دوستان خیلی خوب و زیادی از کسانی که در بازارهای مالی مختلف الیوت کار میکنن جزواتی رو تهیه کردن که خب به نام خودشون هست و ما اونها رو ارائه میدیم به دوستان برای اینکه مطالعه بکنن. قطعا نرم افزارهای مرتبط با الیوت همونطور که هفته گذشته مشاهده کردید نرم افزار موتیویو خدمت شما ارائه شد. نرم افزارها و منابع به راحتی و رایگان در اختیار شما قرار میگیره به علاوه روش نصبشون و آموزشی که ما به صورت جداگونه رو خود اون نرم افزار داشتیم. ما آموزش نرم افزار ادوانس گت رو داشتیم، آموزش موتیو وب رو داشتیم و همینطور روش کار کردن با اونها رو از لحاظ معاملاتی هم توضیح دادیم. یکی دیگه از دوستان میفرمایند که از سه نرم افزاری که پیشنهاد شد کدوم رو ترجیح میدید و پیشنهاد میدید؟ من نرم افزار موتیو وب رو پیشنهاد میکنم. علتش این هست که از لحاظ اون امکاناتی که برای یک تریدر الیوت کار در اختیار ما قرار میده بسیار بسیار کامل هست و میزه کار بسیار مناسبی است. علاوه گرافیکی که خب خیلی خوب هست، ولی علاوه ابزار من قطعاً و قطعاً موتیو وب رو خدمت شما پیشنهاد میدم که باز هم جلساتی رو برای آشنایی بیشتر با اون و کار کردن با اون برگزار خواهیم کرد. خب دوستان دقایق پایانی است، اگر فکر میکنید که موضوعی هست باید بپرسید راجع به جلسه امروز میتونید مطرح بکنید تا ما در خدمت شما باشیم. اگر
نه که یواش یواش با اجازهتون مرخص شیم برای اینکه تایم فیلمی که داره تهیه میشه طولانی نشه، دوستان بتونن اونو دانلود بکنن و نگاه بکنن. یکی دیگه از دوستان میپرسن که جلسه بعدی که هست این مسئله رو مد نظر داشته باشید که تا به امروز تمامی وبینارهای بروکر اکسنس بخش فارسی ساعت 10:30 صبح جمعه ها برگزار شده و قطعا جلسه بعدی هم هفته آینده جمعه ساعت 10:30 خواهد بود. غیر از این که تمامی برنامه ها و اخبار و تاریخ برگزاری وبینارها و مسائل مرتبط با اون در تلگرام مرتبط با اون و مختص اون اعلام میشه که میتونید از همکاران کانال ما و گروه ما رو بپرسید که خدمتتون ارائه بدن. یکی از دوستان پرسیدن هنرم افزار ادوانس کار میکنن ولی در واقع این شمارش رو هی عوض میکنه، آپدیت میکنه، چجوری این مشکل رو باید حل کنیم؟ نکته اول این که ازتون خواهش میکنم که همه وبینارهایی که ما در مورد ادوانسکت برگزار کردیم رو فیلمش رو از همکاران تهیه بکنید یا در کانال تهیه بکنید ببینید. ما راجع به این مسئله صحبت کردیم که اونجا آلترناتیو هایی هست برای اینکه شمارش رو یک مقدار ازش مطمئن تر بشیم. غیر از شمارشی که روی خود نرم افزار میشینه، ابزارهایی در ادوانسکت هست که تایید میکنه اون شمارش رو که ما در اون وبینارها راجع به این مسئله صحبت کردیم و در موتیو ویو هم جلسات آینده صحبت میکنیم که چطور بتونیم تایید بگیریم و خودمون مطمئن تر بشیم از شمارشی که انجام شده. دوستان ضمن تشکر از شما از همراهیتون، امیدوارم که امروز براتون مفید بوده باشه. توصیه میکنم حتما جلسات بعدی رو از دست ندید. خوشحالم که در خدمتتون بودم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون بخیر.